چقدر پول من از تو یوتیوب در میارم حالا خیلی فکر میکنن که من دارم پول پارو میکنم امروز میخوام لاگین کنم تو اکانت یوتیوب هم داشت بردم و بهتون نشون بدم خیلی شفاف بگم تو سال 2023 من چقدر از یوتیوب در آوردم اصلا میارزه اگه بخوای یه روزی یوتیوب شروع کنی اونم بعد سه سال کار کردن با 20000 هزار تا تقریبا سابسکرایبر چقدر درآمد داره اگه موافقی بریم هم ویدیو رو ببینیم سلام رفقا من سیاوش رمبریم و این کانال سیا پلینز من باور دارم اگه چیزی که بلدم رو با شما به اشتراک بذارم ازم چیزی که کم نمیشه هیچ واسه پیشرفتم هم میشه اگه منو نمیشناسید من برنامه نویسم توی آلمان تو شهر برلین زندگی میکنم هر از گاهی از برنامه نویسی میگم یه وقتایی از برنامه ریزی نه برنامه نویسی یعنی پلنینگ پروداکتیویتی بهره وری و اینا میگم یا وقتایی هم چیزایی که یاد میگیرم میرم بیرون حالا 50 یورویی دستم نمیگیرم برم تو فروشگاه براتون چیز میز بخرم هنوز به اون درجه نرسیدم مونتا اگه فکر کنم چیزی هست که به دردتون میخوره اینجا باتون به اشتراک میذارم چون خیلی هم تو ذهنشون هست که یه روزی کانال یوتیوب بزنن شاید برشون سوال باشه که اصلا یه کسی که 20 کی سابسکرایبر داره و سه سال داره فعالیت میکنه تو یه سال چقدر از یوتیوب در میاره لاگین میکنم روی اکانت یوتیوبم هم بتون نشون میدم به این صفحه که میبینید این کانال سی اکسپلینزه. برای اینکه لاگین کنیم از این بالا میزنم یوتیوب استودیو اگه آخرین ویدیو رو ندیدید برید ببینید من اینجا کانال ها های مهاجرتی رو به تو معرفی کردم نه اینکه کارشون مهاجرت ها از مهاجرت و پس و مهاجرت میگن کسایی که خارج از ایران دارن زندگی میکنن اطلاعات خوب میدن من اونجا هفت کانال خیلی خوبه که مربوط به اتریش آلمان ایتالیا استرالیا و کانادا بود رو به تو معرفی کردم اگه دنبال مهاجرتی یا اگه مهاجرت کردی یه سری به این ویدیو بزن رودادازی نکنیم به سراغ آنالیتیکس تو قسمت آودینس سمت راست شما در حقیقت غیر از کانال من این کانال ها رو دارید دنبال میکنید یعنی بیشترین اشتراک دنبال کننده های من اول با میسم سی ای هست بعد با عابد ناصری بعد با جادی این کانال رو اصلا نمیشناسم جنرال انفورمیشن اینو اصلا نمیدونستم یادگیری که اتفاقا جزء کانال خیلی خوبه خیلی جالبه که تو این تا کانالی که دیدی، من خودم دو تاشو به عنوان کانال خیلی خوب بهتون معرفی کردم تو همون ویدیو بریم صفحه بعدی ببینیم دیگه چی داره احسان اکسپلینز که واقعا کانال خیلی خوبیه بی پلاس پادکستش رو احتمالا همتون میشناسید اگه نمیشناسید خیلی عجیبه چون من آدینس خودم رو میدونم میدونم که باهوش هستن و این سمت هم دکتر احمدیان رو خیلی کارش درسته اگه میخواید زبان انگلیسی یاد بگیرید حتما کانالش رو ببینید دانیال جرمنی هم مثل خودم توی آلمان شهر برلین از مهاجرت کاری صحبت میکنه و پوریا صادقی هم میشناسم که کانادای پس اینا کانالایی بودن که شما که آدینس من هستید توی خانواده ما هستید این کانالا رو هم میدیدید آقا من یه گله ای ازتون دارم میدون گلم چیه گلم اینه که اکثر کسایی که ویدیو رو میبینن سابسکرایب نمیکنن و این خیلی خوب نیست بذار بهتون نشون بدم میبینید این قسمت رو نوشته که واچ تایم من 66 درصد تقریبا 67 درصد کسایی که سابسکرایب نکردن و فقط 33 درصد یعنی یک سومشون سابسکرایب کردن شما که داری این ویدیو رو میبینید دمت گرم سابسکرایب کن با لایک کردن و کامنت کردن هم از این کانال حمایت کنی مرسی گزینه بعدی گروه سنیه میخوام بهتون بگم که چه گروه سنی دارن کانال منو میبینن که میبینید اینجا اکثریت 25 تا 34 سالن از خودم کوچیک خب ولی دمتون گرم جامعه بعدی 35 تا 44 سالن که من خودم هم توی همین بازه هستم و بعد از اونم 18 تا 24 ساله پس میشه گفت از 18 تا 44 سال دارن ویدیوهای ما رو میبینن و این قسمت هم نگاه کنید که آقایون بیشتر علاقه دارن که ویدیوهای رو ببینن و خانم خیلی کمترن تقریبا یک پنجمه یعنی 23 درصد حالا میخوام بهتون بگم که شما از چه کشورهایی دارید کانال منو میبینید آلمان اوله البته بچه من میدونم که شما یه سریاتون از تو ایران وی پی ام میزنید یا وی پی آلمان میزنید یا. اما جدیدا یوتیوب یه الگوریتم گذاشته که تقریبا تشخیص میده خیلیاتون که از ایران هستین رو میفهمه حالا همهتون رو قطعا نه ولی خب میبینید آلمان اوله 36 درصد آلمانه بعد آمریکا بعد ایران میبینید البته من فکر کنم یه بخش زیادی از این کسایی که توی آلمان و آمریکا زده مربوط به ایرانن و بعدم انگلیس و هلند و دی دیگه ما هم چون خیلی مهم نبوده نزده حالا میریم قسمت جذاب پول و میخوام ببینیم که من تو سال 2023 از چه ویدیوهای بیشترین درآمد داشتم و به ترتیب اونا رو ببینیم که چقدر بوده من اینجا رو گذاشتم تاریخ رو روی 2023 یعنی از 1 ژانویه تا انتهای دسامبر 2023 و این ویدیو که مربوط به تجربه زندگی خودم بعد از دو سال رو با شما به اشتراک گذاشتم یعنی تقریبا آره دیگه یک سال و نیم پیش من این ویدیو رو ساختم و توی سال 2023 این ویدیو برای من 230 یورو درآورده کلا یعنی در طول یک سال این ویدیو 230 یورو درآورده البته که ویدیو کاملا مثبت ها یعنی چیزای خیلی خوبی در رابطه با آلمانو گفتم ولی یک کمی ثامبلش یک کمی کلیک بیت آدم احساس میکنه که مثلا این ویدیو یک ویدیو غمناکیه بر همین احتمالا شما روش زیاد کلیک کردیم ولی چیزای مثبتی از آلمان گفتم ویدیو بعدی مشکلات زندگی در آلمانه بچا این ویدیو بود که کانال منو مانیتایز کرد ما نمیدونم چقدر دوست داریم که مشکلات و بدبختی ها رو ببینیم یعنی من اگه دوباره بیام از مشکلات آلمان بگم احتمال زیاد بیشتر ویو میگیره برای همین خیلی از بلاگرها میان از بدبختی ها و مشکلات میگن این به این دلیل نیست که اونا طرفدار مثلا یک رژیم خاصی یا که مثلا پول گرفتن این کارو بکنن اینا فقط به خاطر اینکه میدونن مردم دنبال این بدبختی ها هستن این کار میکنن من یعنی به این دلیل این کارو نکردم از اون موقع تا الان هم هیچ ویدیو در رابطه با بدبختی آلمان نساختم من فقط یه دونه ویدیو ساختم کلمه مشکل خوب نیست از مسائلی که تو آلمان بود گفتم گفتم برای بعضی این مسائل میتونه یک مشکل باشه برای بعضیا میتونه مزیت باشه اما این ویدیو همونطور که میبینید سال گذشته برای من 200 یورو در آورد و هر سال تقریبا داره همینقدر در میاره این اگه من چند تا از این ویدیو بسازم احتمالا دیگه بارم بستم ولی خب ما از اون کانالاش نیستیم مورد بعدی ویدیویی بوده که من 25 مورد از کارهایی که شما باید قبل مهاجرت انجام بدید رو گفتم بهتون و این واقعا میتونه کمکتون کنه صرف نظر اینکه میخوای آلمان مهاجرت کنی کانادا مهاجرت کنی اتفاقا خیلیام الان دیگه اون موردا رو گرفتن تبدیل به ویدیوهای شورت کردن تو یوتیوب و تو اینستاگرام اینا گفتن خیلی جاها میبینی ولی رفرنسش هم اینجاست این ویدیو که من ساختم اولین ویدیویی بوده که خیلی با جزئیات اومدم این تمامی موارد رو گفتم ولی خب الان تو اینستاگرام میبینید کارشون هم درست دیدمشون گفت میبینید مثلا میگن که باید به یکی وکالت بدی فلان بدی ولی این ویدیو رفرنس تقریبا اکثر بلاگرها هست که میخوان اون موارد قبلا مهاجرت روش اشاره کنم این ویدیو رو حتما ببینید این ویدیو تقریبا برای من 180 یورو داشت مثلا ویدیو بعدی مقایسه شهرهای آلمان بوده، 5 تا از مهمترین شهرهای آلمان رو مقایسه کردم خب خیلی طولانی میشه برای همین قسمت آمار بعدی شاید خیلی فکر کنن که از تو یوتیوب میشه از طریق شورت ویدیو کلی پول در آورد ولی بچه اینجوری نیست شما حتی اگه چندین میلیون ویو هم داشته باشی اون که مثلا یه ویدیویی که 50 هزار تا ویو میخوره نمیتونی درآمد داشته باشی از یه شورت ویدیویی که چندین میلیون ویو بخوره این فقط تجربه من نیست من از خیلی یوتیوبر های حالا بذارید بهتون نشون بدم ببینید من از طریق ویدیوهای عادی تقریبا 2600 تا درآوردم ولی از طریق شورت ویدیو فقط 10 یورو درآوردم پس کلا اگه دنبال شورت ویدیو ساختن هستین به عنوان منبع درآمدی روش خیلی خوبی رو یوتیوب لاغل نیست شاید رو تیک تاک و اینا باشه خب حالا میخوام بگم بیشترین درآمد ماهیانم تو سال 2023 چقدر بوده یعنی بیشترین درآمدی که من تو یه ماه داشتم چقدر بوده شاید انقدر خنده‌دار باشه که دیگه اصلا به فکر یوتیوب زدن و کانال یوتیوب نیفتید بذارید بهتون نشون بدم خب همونطور که میبینید این سال سال 2023 هست و این نوک قله است میبینید 448 یورو یعنی حتی 500 یورو هم نشده و تازه این ازش مالیات هم کم میشه پس اگه فکر کنید که قرار یوتیوب بزنید پول دارشید و اینا مگه اینکه خیلی محتوایی بسازید که عامه پسند باشه خیلی زرد یا خیلی خنددار یا خیلی اینتنسیو باشه باید یه چیز سم بسازی که دیده بشه که بتونی ازش یه پولی در بیاری اونم به چه قیمتی آیا حاضری که این کارو بکنی تو سوشال مدیا به اون اسم و به اون سابجکت بشناسنه اگه آره که بسم الله انجام بده و چرا که نه البته در نظر بگیر که کامیونیتی ایرانی خیلی هم بزرگ نیست یعنی ما بزرگترین کانالای های ایرانی مثلا شاید برسه به تقریبا یه میلیون به یه میلیون هنوز نرسیده یعنی پوتک فکر میکنم نزدیکای یه میلیون و برای همین فکر نکنید که توش پول ریخته فقط شما با کانال زدن میتونید پارو کنید خیلی از بچهایی که کانال یوتیوب زدن مخصوصا اونایی که دارن تو حوزه آموزشی کار میکنن مثل من فقط دلی دارن این کارو میکنن یعنی دوست دارم یه چیزی رو با بقیه به اشتراک بذارن وگرنه حقوق خودم شش رقمیه سالانه و اصلا تو یه ویدیو کامل اینو توضیح دادم اینجا میذارم لینکشو برید ببینید اصلا قابل مقایسه نیست برای همین کانال یوتیوب برای من یه چیزیه که حس خوبی بهم میده وقتی میبینم که شما میبینید کامنت میذارید یه ویدیو کمکتون میکنه دو تا سال دیگه رو میخوام تو این ویدیو بهش جواب بدم یکی اینکه من تو سال 2023 کلا چقدر درآمد از یوتیوب و بعدیش که من تا الان از روز اولی که یوتیوب الان چقدر پول درآوردم از یوتیوب جواب سوال اولتون رو میتونید توی قسمت کانتنت پرفورمنس ببینید که من از طریق ویدیو 2600 تا شورت هم که گفته بودم 10 تا تقریبا 2670 تا تو اصلا بگو 2700 تا من درآوردم یعنی میشه گفت اگه من این 2700 تا رو تقسیم بر 12 بکنم میشه گفت ماهی 225 یورو من درآمدم از یوتیوب بوده حالا بریم ببینیم که من کلا از یوتیوب از روز اول تا به امروز چقدر درآوردم من اینو میذارم روی لایف و شما میبینید یک چیزی هلوهش 5500 یورو درامد من بود البته اینجا نوشته استیمیتد ولی خب تقریبا همونه این مبلغی بوده که من درآوردم از یوتیوب یه بخشیش ازش مالیات کم میشه و مابقیش هم واریز میشه به حساب امیدوارم که این ویدیو برای کسایی که میخوان کانال یوتیوب بزنن یا تو فکرش هستن بتونه کمکشون کنه برای کسایی هم که نمیخوان این کارو بکنن ولی براشون جالبه که بدونن که یه یوتیوبر با 20000 نفر سابسکرایبر چقدر درآمد داره جواب سوالشون رو برطرف کنه اگه از این مدل ویدیوها خوشت میاد و بر من توی کامنت بنویس بگو فکر میکردی اصلا که من انقدر درآمدم کم باشه از یوتیوب یا نه خودت دنبالی هستی که یه روز کانال یوتیوب بزنی اگه میخوای بزنی چه تاپیکی رو فکر میکنی که جواب میده خیلی ممنون که این ویدیو رو دیدید از این ویدیوها بازم داریم اتفاقا یک پلی لیستم روی کانال خودم هست که مربوط به یوتیوب و فعالیت تو یوتیوبه این ویدیو هم میره تو اون قسمت در آینده به شما اصلا میگم تجهیزاتم چیه با چه چیزایی من دارم فیلم برداری میکنم و بر شما عزیزان ویدیو میسازم ارادت خداحافظ